فرهاد پاشو. باز میخوای چیکار نکنی؟ سیگار؟ فضا با قصه ناگهان درخت شاید بهترین تعریفی که بشه ازش کرد تعریف بود که خانم صفیاری تدوینگر فیلم وقتی که فیلم رو داشتیم تدوین میکردیم گفتن مثل ورق زدن یک آلبوم خانوادگیه، چون یک من روایته، یعنی راوی هست، این راوی با دیدن هر عکس تکه های مختلفی از زندگیش رو ما میبینیم و با یک منطق درونی با همدیگه پیوند داره. این تکه های مختلف این زندگی در واقع زندگی یک کاراکتری به اسم فرهاد که از خیلی بچگیش رو تا سالهای حدود 50 سالگیش رو تعریف میکنه، روابط عاطفیش رو و به طور خاص روابطش رو با مادرش. حرف مهم یعنی چی؟ هر چیزی که گفته و نشنیدم، مثل وقتی که شیر آب بازه و اون داره حرف میزنه، من ظرف میشورم و درست نمیفهمم چی میگه، اما شیر آب رو نمیبندم. تو فکر میکنم خب یه وقت دیگه دوباره میگه، اما دیگه درست اونی رو نمیگه که داشت میگه. همه اینا منو سرگرم میکرد. نمیشنوم اینجوری که در واقع وقتی که من فیلم رو مینویسم از ایده شروع نمیکنم، از حس شروع میکنم، اما اینم این نیست که خیلی آزاد بنویسم. منطقم این بود که از اول انگار که دارم داستان زندگی کاراکتر رو مثل یک رمان از کودکی تا بعدش، اما رمانی که بریده است. در واقع ایده دنبال کردن یک کاراکتر بود و شریک کردن مخاطب با حسی که خودم نسبت به 4-5 دهه اخیر زندگی در ایران دارم. حالا چرا رفته نشستی اون و مگه واگیر داره حامله که؟ بیا تو خانم، حاضریم. اگه مریضی لاعلاجی بگیره چی؟ خیم بشه به من بره مثلا. مسئله که در مورد بچه دار شدن توی این فیلم مطرحه، یکی که جنبه شخصی بین اون کاراکترها داره که داستان رو جلو میبره، یک جنبه دیگه که داره در واقع اینه که فرض بر این قرار گرفته که این آدم ها از لحظه اولی که از در بلوغ میبینیمشون یک عدم آرامشی اگه بگیریم که در این فیلم هست، در واقع این عدم آرامش تبدیل شده عدم آرامش برای خلق، برای زادن، برای زایش. این تبدیل شده در فیلم، چون یکی از تمهای فیلم هم هست، به بچه دار شدن. چیکار کنم؟ ببخشید من که از اول گفتم حرفی ندارم، خودت گفتی نمیخوام. الانم بلند شو بری. ارجاعی به حراسی که از آینده دارن، ترس از آینده، بی اطمینانی و نگرانی برای آینده فرزندی که اصلا در راه هست یا در راه نیست. نمیخواد. پاشو بریم. پشیمون میشی؟ نمیشم. بریم. چی میگی تو؟ مگه میشه؟ اصلا تو راست میگی. بذاریم برای وضع بهتر. از بهتر هیچ وقت نمیاد. خودم میدونم. مهدا میدونی که بری اون تو ممکنه دیگه هیچ وقت نشه. مهدا بازم معلوم نیست اونجا چی کار میکنن که. مهدا خب این گفته معروفیه که هر فیلمی در واقع و به طور ضمنی شرح دوران ساخته شدن خودش هم هست. به هر حال وقتی که تو درجه به مثلا 4-5 دهه از تاریخ خودت حرف میزنی، در واقع این تاریخ
چسب زندگی اجتماعی و سیاسی اون آدم هم هست. شاید علامت میده که بری. بریم دیگه. رفت. حالا نکم فرار از قانونه. ما که اساسا داریم فرار میکنیم چه فرق داره؟ بیا بابا بیا بریم سوارشو بریم. حالا در این فیلم اشاره خیلی روشنی هم هست با حتی نقطه گذاری های سینمایی شده از طریق رنگ، از طریق تغییر لحن، از طریق اتفاقایی که واسه آدم ها میفته که خب خیلی روشنه که در چه دوره ای و داره از چه دوره حرف میزنه و وضعیت کدوم آدم ها در اون دوره. یکیتون بیاد بریم دیگه. ای بابا چرا آخه؟ اگه گفتم یکی باید بیاد بریم. تو بیا خانواره نمیتونم ببرم. شاید وضعیت آدم هایی که با سوادن کتاب خوندن، شاید این بیان آدمیه که آدمهاییه که موقعیت در موقعیت اقلیت، حالا یه اقلیت میتونه هر چیزی باشه، قرار گرفتن. به خاطر من هر کاری بکن دیگه بمون. خب داریم پیر میشیم مهتاب، نمیبینی؟ خسته شدم از حرف راست. ما کی لم میدیم یه نفس آسوده میکشیم؟ حرف راست سنگینه. بهم دروغ بگو. بهم بگو داشتی میمردی همه این سالا برام. بگو همه این سالا منتظر بودی برگردم. میمردی اگه بر نمیگشتم. بگو بی من نمیشه. بگو اصلا چیزی رو نمیدیدی بی من.